من داشتم با دکتر هوبان صحبت میکردم راجع به یکی از دوستام که اکنی دارن، پوستشون خیلی جوشای بدی داره، با دکترشون همش بهشون آنتیبیوتیک میده و شما داشتی میگفتین که اکنی شاید ربطی داشته باشه به غذاهای بد که میخورن، استرسی که تو زندگیشون هستش، یا به کبدشون، یا به کبد رابطه مستقیم و خیلی از موقع دستای گوارش. بله، غذاهایی که میخوریم اگر درست هضم و جذب نشه و غیره، اون هم میتونه باز اثر بذاره. ولی میخواستم از شما بپرسم قبل از همه چی، کبد کارش چیه؟ کبد ما احتیاج الان به یه 2 ساعت 3 ساعت برنامه داریم که دقیقا، چون کبد بالای 500 تا کار مختلف میکنه. حالا این که یکی از مهمترین کارهاش اینه که پاکسازی انجام میده. بله. یعنی یکی از مهمترین کارهای کبد اینه که بدن رو از بسیاری از مواد مضر و زائد و مسموم پاک میکنه. بله. و نه فقط موادی که از بیرون وارد بدن میشه، بلکه موادی که بای پروداکت خود فلوینفالات و متابولیسم خود بدنه که یه سری مواد زائد ایجاد میشه، همه اینا رو کبد کارش پاکسازیه. البته به اضافه خیلی چیزایی دیگه. و این آنتیبیوتیک که میدن برای پوست، کبد رو اثر داره؟ کبد رو اثر داره، ولی خیلی مهمتر از اون، آنتیبیوتیک باعث میشه که اون باکتری های مفید روده بسیار کم بشن. خوب و پروبایوتیکا. بله. و وقتی که این اتفاق میفته، یکی از مهمترین علائمش همین ناراحتی‌های پوستی و جوش‌های پوستیه. پس ببین، درست وقتی که آنتیبیوتیک میدن برای جوش‌های صورت و اکنی، درست مثل اینه که شما یه جا آتیش داشته باشین، آتیش رو بگیرین هی فوت کنین. خب آتیش یه مقدار خاموش میشه، ولی شما به اون خاکستر زیرش دارین اکسیژن میدین. درسته. آنتیبیوتیک هم دقیقاً همینجوری، ممکنه موقت اینو درست کنه، ولی بعداً دوباره خیلی با شدت بیشتری برمیگرده. پس خیلی مهمه که ما از درون اینها رو درست کنیم. اگر جوش داریم ببینیم دقیقاً علتش چیه. بله. اگر از دستگاه گوارشه و کمبود پروبایوتیکا هستن، یکی از دلایلی که پروبایوتیک کمبود میشه به خاطر همین مصرف آنتیبیوتیکه. شاید این دوستان عزیز ما که آنتیبیوتیک میخورن شاید بتونن یه ذره فکر کنن راجع به این بس با دقیقاً، برای اینکه آنتیبیوتیک رو سر خود کات نکنن، ولی اینو بدونین که بر طبق AMA یا American Medical Association خودشون میگن 93% مواقع مصرف آنتیبیوتیکی که دکترها به مریضشون میدن اشتباهه. من نگفتم. بله، درسته. خب مرسی دکتر. خواهش میکنم.